سال 1948 بود 45 بود که یکایی که اینها دارای بر حال استقلالی هویت شدن به بله، ولی هویت ملی که اینها داشتن هویتی بود آریایی مصنوعی، نه اینکه مثل مصر و ایران و یهود پیشینه نیاکانی داشتن در اون سرزمین. جالب بر این که عراقی ها، عراقی ما نداشتیم، نام عراق، اردنی ما نداشتیم، بلکه نامی به اردن داده شد. ما اصلا در پادشاهی در ملک سعود نداریم که پادشاه بازه Kingdom of Saudi. اینها در اصل میبینید تا چند روز برنامه ریزی های انگلیس بوده و Great Britain که بتونن اینها رو به عنوان پادشاهی برنامه و ملیتی برای یکایی که اینها ارزیابی بکنم. از روی بازنگری تاریخی ما میبینیم که در دورانی که ما صحبتش رو میکنیم 1917 که بیش از 100 سال میگذره از بیانیه بالفور، در اون موقع خود انگلیس و بالفور سعی بر این داشتن دو کناره باختری و غربی و شرقی رو در اختیار اسرائیل بزرگ بذارن و ملت یهود، به خاطر اینکه در اون موقع اینها از نظر جمعیت با انسان نبودند. 1917 از این رو آمدن آنچه که قسمت شرقی رود اردن بود و به اردن واگذار کردن و کینگدام و پادشاهی رو ایجاد کردن که اصلا نامنشانی در اسلام خلافت بوده و پادشاهی ما نداشتیم و کینگدام نداشتیم. از این رو پرسش هایی که مطرح میشه در باب اینه که تا چند تا یهودیان موفق شدن آن جذب مهاجرت رو به انجام برسونن. 700-800 هزار تا یهودی از کشورهای اسلامی اخراج شدن و اسکان بدن، ولی خود تمام 56 کشور عربی، 22 کشور عربی و 56 کشور اسلامی هنوز کنوزه موضوع آوارگان فلسطینی رو به پیش میارن و موفق شدن بعد از 70 سال اینها رو بر حال اسکان دادن. البته اینجا من باید یه چیزی حضورتون بگم، این مسئله آوارگان فلسطین یک مسئله معضلیه که میخواند همینجوری باشه. بله. شما اگه نگاه کنید در این از سال 1948 هر جنگی در اسرائیل شده، اسرائیل شروع نکرده. 48 اون بود که اینا آوارگان به اصطلاح به وجود اومدن، 52 بود که سوئز بود، سال 67 بود، همه کشور اسرائیل اندازه یک کف دست نسبت به کشورهای دیگه. و وقتی که ببینن اینها دارن کاری میکنن و هر دفعه میگن ما میخواییم یهودیت و اسرائیل رو به کلی از بین ببریم، اسرائیل از خودش دفاع میکنه. جنگ شش روزه جنگی بود که در تاریخ بشریت هنوز که هنوز دنیا متحیر مونده از کاری که اسرائیل انجام داد، دفاع کرد از خودش. و قسمت هایی که واقعا قسمت هایی از ارث اسرائیل بود آزاد کرد. اوکوپاید پراپرتی نیست، اوکوپاید چی اوکوپاید کردن، اینا آزاد کردن تمام اورشلیم یا همون یروشلایم که نصفش که دیوار ندبه محل مقدس یهودیان، بیت المقدس بازماندش اونجاست، دست کی بود؟ دست اردنیا بود. تبدیل به یک مخروبه شده بود. از روزی که جنگ شش روزه آزاد شد ببینید چه کار کردن. جنگ 73 یوم کیپور، درست وقتی که سربازای اسرائیلی با زبان روزه در حال خوندن نماز بودن، یک دفعه حمله به اینا شد، ولی باز دیدیم که اسرائیل از خودش دفاع کرد. تمام این چیزا، هر دفعه اسرائیل هر کاری کرده که برای صلح پیش بیاد، اومدن گفتن غزه غزه، غزه رو داد بهشون. غزه اریل شارون گفت این گرین هاوس ها که میلیون ها میلیون درآمد داره، از سیفیجات گرفته، از میوه‌جات گرفته، از گل گرفته، مصارف داخلیشون رو میده و حتی میدونستن به کشورهای اطراف همونطوری که در زمان اسرائیل وقتی در اونجا حاکم بود بفروشن، گفت اینا رو دست نزنید، فورمنا رو بکنید منیجر، فقط تاپ منیجمنتش اسرائیل بود. اینا که اومدن بیرون 3 ماه به 4 ماه طول نکشید همه رو داغون کردن.
همه بیکار شدن، هزاران خانواده فلسطینی مقیم غزه فکر کردن آره خبریه. بعد یه دفعه آقا دید که کارش از بین رفته، درآمدی نداره، 7-8 عائله هم داره، چی میشه؟ گفتن حالا برید تو خیابونا سنگ بندازید. اینا همش برنامه هایی که دیکته میشه به بعضیا، ویلا غزه رو دادن، حالا شد یک دشمن دیگه برای اسرائیل. به قول معروف میگه مهمون رو نمیتونه ببینه، صابخونه هر دوتا رو. تا بود که قسمت فلسطینیا بود، حالا غزه اومده، اینا خودشون با فلسطینیا در حال جنگ و ستیز هستن، هر دوتا هم میخوان با اسرائیل در بیافتن. اسرائیل چقدر کمک بکنه به اینا؟ دنیا باید این معضل رو برطرف بکنه. فراموش نکنید سالی که اهود براک رئیس جمهور بود، در زمان آقای بیل کلینتون با آقای عرفات که اومدند، 97% از خواسته های اونا رو داد اسرائیل بهشون، و اینا چیزی نیست که همون لحظه بیان بنویسن. چند هفته فکر کرده بودن، توافق کرده بودن، تا به روی کاغذ اومده بود. وقتی که قرار بود امضا بکنن، 3 دقیقه قبلش آقای عرفات گفت من نمیخوام، قبول نمیکنم. این چی نشون میده؟ نشون میده کارهایی در دستهایی در کار هستن، اشخاصی هستن که نمیخوان این معضل برطرف بشه. ولی حالا شما اسرائیل رو نگاه کنید، در این 70-71 سال از لحاظ علم پزشکی، علم فضاشناسی، علم آبیاری، علم کشاورزی، هر چی شما بگید، نه فقط اسرائیل آباد کرده، به تمام دنیا، به بشریت داره خدمت میکنه. بعد اینا حرف از نابود کردن اسرائیل میزنن. یعنی که ما در نظر بگیریم اسرائیل در حال حاضر به عنوان یک هژمونی که و قدرت منطقه‌ای که میتونه نه برای جنگ، بلکه برای صلح، برای فناوری‌های آبیاری، برای کمک رسانی، برای اینکه اینها از خوشسالی نجات دادن و به اینها کار آفرینی بیاموزن و جزوی از کشورهای OECD اسرائیل قرار گرفته، میتونه در کنار اسرائیل کشورهای عربی نیست که فقط تک برحال تولیدی هستن و نفت رو دارن و از نظر فکر و آزادی اندیشه ما از 56 کشور اسلامی یک کشوری رو پیدا میکنید در اون دموکراسی باشه. دولت خودگردان فلسطینی نیست، سالهای ساله که برحال در اون انتخاباتی نشده و اصلاحات و رفرمی انجام نشده و فساد برحال تمام نهادینه شده است در این دولت خودگردان فلسطینی. و آنچه که بیان میکنه و آنچه که ایران در حال حاضر به عنوان مستضعفین فلسطین نامی از اون میبره، ما در بین فلسطینیون حتی یک کارتون خواب و گور خواب که در ایران یافت میشه یافت نمیکنیم. هیچ کدومشون زنانشون رو به 8 شبی کرایه نمیدند برای ساعتها که سیغه بکنن و متعب بکنن که در شیعه‌گری آمده. و آنچه که ما یافت میکنیم، هیچ کدوم از فلسطینیون زنانشون با فاطمیون و زینبیون همبستر نمیشن برای اینکه بوی کربلا رو میدند. یعنی تمام اینها جایی رو میرسونه که یکایی که افرادی که بازنگری دارن از نظر اسلام بتونند جدن به خود بازگردند و اگر سعی بر این داشته باشن که خودشون رو اصلاح بکنن و دنیا و خدمت به جامعه بشریت رو داشته باشن، باید وارد جوامعی بشن و از بادیه نشینی و اندیشه‌ای نیکو داشته باشن، همینطوری که فلسفه زرتشت میگه که پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک برای این باشن که وارد جوامع بشری بشن، از تکنولوژی، از نظر علم، علمگرایی و غیره. همینطور که در دورانی که ما در اندلوس یافت میکنیم که یهودیان در کنار مسلمین بودن که داشتن فلسفه رو به پیش میبردن، خود موشه بن میمون که هرمبم خوانده میشه، یکی از بزرگان یهود هستش که کودیفیکیشن هلخا و شریعت یهود رو نوشته، خودش در اندلوس بوده، تمام کتبی که نوشته میشه به زبان عربی بوده، عربی سادیا گان
و غیره، و این رو میرسونه که همزیستی مسالمت‌آمیز میتونه باشه وقتی که علمگرایی باشه، وقتی دانش و بینش باشه، وقتی که سعی بر این داشته باشن در کنار همدیگه راهکارهایی رو برای جامعه بشری در خیال دیگران بذارن، و برعکس اون در از تمام اون تنشی که ایجاد میکنند ممکنه به نفع خود مردم فلسطین نباشه که روز قدس رو اعلام میکنن که به خیابانها بریزن مرگ بر این و مرگ بر اون بگن. از مرگ گفتن و زنده باد گفتن به جای نمیرسه. علمگرایی هست، دانش و بینش هست، و همینطور که ما بینیم در سودا استریم کمپانی هستش که در اون شرقیان یهود و فلسطینیان در کنار همدیگه دارن پیش میبرن. و دولت خودگردان چه کار میکنه؟ میاد و تحریم میکنه. BDS میاد همه اینا رو تحریم میکنه. چرا؟ برای اینکه اینا خواهان این نیستن که آیندگر برای آن دولت خودگردان فلسطینی باشن و آزادی و دموکراسی و اصلاح و بینش و پژوهش رو و علمگرایی رو از آن این افراد بدونن. البته یک چیزی من اینجا باید حتما بگم، امروزه باز این یک علامت خوبیه که کشورهای عرب الان متوجه شدن که دشمنی به اسم اسرائیل ندارند، و همونطوری که میدونیم کشورهای عرب دارن به اسرائیل نزدیک میشن. البته صلح بین مصر و اسرائیل سالهاست، بعدش اردن، بعضی از این کشورهای عربی خصوصا عربستان سعودی low profile به قول معروف با اسرائیل رابطه داره، ولی کم کم دارن رو میکنن. از اون طرف کشورهای دیگه میبینیم که با اسرائیل هماهنگ شدن، و تو جلساتی که اسرائیل قبلا میگفتن نباید باشه، چرا که فهمیدن که اسرائیل غیر از این که دوستشون باشه نه دشمنی باشون داره، و برای پیشبرد اون منطقه خصوصا خیلی تلاش میکنه. الان که بعضی از کشورهای عربی به قول معروف میگه آش اینقدر شوره که صدای آشپز در اومده، الان اونا متوجه شدن که دشمنشون در کجا نشسته، و دشمنی که فلسطینی ها رو آشوب میده واقعا در دنیا، کشوری که سد بزرگ بین جلوی تروریسم دنیا بود، ایران زمان شاه فقید بود، تبدیل شده به جایی که اصلا تروریست صادر میکنه به کشورهای دیگه، و ما امیدواریم یه روز ایران آزادمون رو باز به رهبری مردم ببینیم. دین از سیاست باید جدا باشه، سیاست و مملکت داری باید دست مردم باشن که با جامعه امروزی بخونن، نه بریم برگردیم به 1440 سال پیش که عهد حجری زندگی کنیم. به امید آن روزی که آزادی، برابری و برادری از آن مردم ایران بشه و کشورهای اسلامی نیز در اون دموکراسی و حاکمیت مردم برقرار بشه. به امید آن روز من مهرداد رحیمی در برنامه دیگر از پادیاوند فرهنگی و پارسه او در کنار جناب پرویز حکیمی از لس آنجلس بهتون میگوییم تا درودی دیگر. پاینده ایران و پیوند ملت پارس و یهود، ایران و یهود. مرسی.